هنگ کنگ با فرهنگ غنی در گذشته و حال و مکانهای زیادی برای نمایش این فرهنگ به شهری تبدیل شده که هر هنرمندی باید آن را تجربه کند و مرکزی آسیایی و جهانی با گسترشی دائمی است. به این قسمت از ویژه برنامه هنگ کنگ خوش آمدید. در این برنامه به بررسی مکانهای جدید و افراد پشت آنها می‌پردازیم. با سردمدار منطقه فرهنگ کاولون غربی یعنی امپلاس شروع می‌کنیم. امپلاس موزه است که بیشتر به هنرهای تجسمی اختصاص دارد. این مکان از سال گذشته که افتتاح شده همیشه فعال و پر رفت آمد بوده. با سوهانیا رافل مدیر این مجموعه گفتگو می‌کنیم. سلام سوهانیا، ممنون که همراه ما هستی. می‌توانی خبرهای جدیدی راجع به امپلاس به ما بدهی؟ ما از زمان بازگشایی در ماه نوامبر میزبان بیش از 1,000,000 نفر بوده ایم. موزه تجسم رویای ماست. چه نگاه کردن به صفحه نمایش LED بزرگی باشد که در جزیره هنگ کنگ نمایش داده می شود و چه همراهی مردم با سینماها یا مراکز آموزشی باشد و چه فقط نظاره کردن مجموعه های ما. می توانیم مثالی از یکی از کارهایی که به تازگی به نمایش گذاشتی را بگویی؟ اکنون بر روی صفحه نمایش LED من کارهای الن پاو، یکی از هنرمندان مطرح هنگ کنگ، با عنوان شکل نو را داریم. یکی دیگر از مکانهایی که به تازگی در هنگ کنگ افتتاح شده کاخ موزه هنگ کنگ است. در اینجا کارهایی از موزه پکن به نمایش در می آید. برای اولین بار هنگ کنگ موزه‌ای در سطح جهانی برای نمایش هنر سنتی چینی دارد. در این نمایشگاه که به صورت دائمی برگزار می‌شود، آثاری از گنجینه هنر ملی چین به صورت امانی به نمایش در می‌آید. و لوئیس، عنوان یکی از نمایشگاه‌های موقت اینجا گفتگوی طراحی معاصر و صنایع دستی سنتی است. موضوع این نمایشگاه چیست؟ به نظر من این نمایشگاه که در حال برگزاری است یکی از گوهرهای کاخ موزه است. این نمایشگاه مهارت و طراحی را به نمایش می‌گذارد. یک نمونه از این آثار خنک‌کننده‌ای ساخته قرن 18 میلادی در زمان سلسله چینگ است. این یک صندوق یخ است که با فلزکاری فوق‌العاده‌ای ساخته شده است. به دستور امپراتور در زمستان‌ها یخ‌ها را جمع و در حجرای یخ نگهداری می‌کردند. در تابستان یخ‌ها را می‌بریدند و در این صندوق‌های زیبای یخ قرار می‌دادند. یکی دیگر از جاذبه‌های جدید منطقه هنری بازسازی شده خیابان اوی است که در آن هنرمندان جوانی فعالیت می‌کنند. تصویری که ما در تلاشیم از خودمان در ذهن هنرمندان جوان و جامعه بسازیم محیطی جوان و پر انرژی است. به همین خاطر واژه اوی که در زبان انگلیسی کاربردی عامیانه مانند سلام و احوالپرسی دارد را به کار گرفتیم. لزلی لاو میگوید اینجا مکانی برای آغاز به کار و رشد هنرمندان است. در محیط هنری و فرهنگی هنگ کنگ که در سال‌های اخیر بسیار متنوع و توسعه یافته شده، به گمان من پروژه اوی نقش یک انکیباتور را برای هنرمندان جوان دارد. در این پروژه از کیوریتورهای مهمانی همچون چیونگ یونگ نیز دعوت به همکاری شده تا با هنرمندان محلی برای شرکت در خیابان اوی همکاری کنند. ما از 6 هنرمند دعوت کردیم تا با شرکت در این پروژه ایده های خود را به آزمایش بگذارند. اوی برای هنرمندان محلی فرصت فراهم می کند تا ایده ها و مفاهیم خود را در مقیاس بزرگتری به نمایش بگذارند و چون بار فروش کار را بر دوش نمی کشند می توانند هر گونه تجربه‌ای داشته باشند. این یک بخش کوچک اما مهم هنگ کنگ است برای رشد صحنه هنر و بیش از هنر. این بخش در تلاش برای بهبود کیفیت زندگی در میان شلوغی‌های این شهر است. اوکی، به سوهانیا باز می‌گردیم. آیا این هدف کلی منطقه هنری کاولون غربی و امپلاس نیست؟ می‌دانید وقتی می‌گویید منطقه فرهنگی کاولون غربی ارزش قابل توجهی اضافه می‌کند، حق با شماست، چون ما مؤسسات مختلفی در پارک خود داریم و خصوصاً هنگام خروج از همه‌گیری کرونا این مسئله مهم‌تر از همیشه است. اینجا مکانی برای آسایش، استراحت، آرامش، یادگیری، لذت و چالش است. از سوهانیا ممنونم. برنامه ویژه هنگ کنگ ما همینجا به پایان میرسد. میتوانید همه قسمت ها رو در وبسایت یورونیوز تماشا کنید.